صبح زیبایتون بخیر و حالا هم خوشبختانم مهماندار هستیم با فرماشبانم و در این بخش هم با آقای حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در خدمت شما عزیزان قرار داریم و در مورد وضعیت درس‌های حضوری در پوهنتون‌ها صحبت می داشته باشیم. پس شما هم ما را همراه باشین. سلام جناب فرزان، خوش آمدین در برنامه و صبح بخیر. صبح بخیر. بسیار تشکر. سلام به شما و سلام به تمام بیننده های عزیز. صبح زیبای شما بخیر. سلام. ممنون شما آقای فرزان، خیلی خوش هستیم شما را در کنار خود داریم. بیشتر صحبت ها در مورد وضعیت درس های حضوری در پوهنتون ها یا هم دانشگاه ها که خیلی دانشجویان منتظر ازی بودن که بالاخره برن به گونه حضوری درس ها رو فرا بگیرن. از شما میشنویم که وضعیت حالا چیگونه هست، اگرچه میگن که موج دوم کرونا هم در راه هست، فقط گفته های است که ما شنیدیم. میشنویم از شما. خب قسمی که شما در جریان هستین، از یکونی ماه بدین سو بر اساس طرح وزارت تحصیلات عالی و فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، دروازه تمام دانشگاه های دولتی و خصوصی در تمام افغانستان برای دانشجویان ما باز هست و بر اساس یک پلان منظم کاری و اقدامات صحی و تدابیر جدی بهداشتی که ما به همکاری وزارت محترم صحت عامه افغانستان با همکاری نهادهای تحصیلات عالی، همکاری استادان گرامی و محصلین عزیز روی دست گرفته بودیم، بدون کنام چالش، دغدغه و نگرانی جدی امروز خوشبختانه درس های ما به شکل حضوری بر اساس پلان در تمام نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان ادامه دارد. از یکونی ما بعد این سو بر اساس طرحی که ما ریخته بودیم، درس ها به صورت تشدیدی هم در مناطق گرمسر افغانستان و هم در مناطق سردسر افغانستان بر اساس 8 و 4 هفته تقسیم بندی شده بود و ما در پایان، تقریبا در پایان سمستر بهاری سال 1399 در افغانستان قرار داریم و قرار است تا دو نیم هفته دیگر امتحانات فاینل تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در افغانستان آغاز شود که خوشبختانه ما توانستیم بر اساس میکانیزم مشخص، تدابیر مشخص و پلان منظم و توجه بسیار جدی هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی مبنی بر این که هیچ محصل عزیز ما با کرونا آغشته نشود، استادای ما با کرونا آغشته نشود و هیچ گونه دغدغه و نگرانی در قسمت چگونگی درس ها وجود نداشته باشد، موفقانه سمستر تا فعلا که ما شما صحبت میکنیم به پیش بردیم و هیچ گونه نگرانی جدی که وجود داشته باشد در این راستا وجود نداره. با وجودی که در ابتدا ما نگرانی های بسیار زیاد را داشتیم که مبادا به توجهی از سوی محصلین از این صورت بگیرد، از سوی کارمندان ما صورت بگیرند و از سوی کسانی که در نظام تحصیلات عالی، خصوصا در نهادهای تحصیلات عالی مصروف تحصیل و تربیه و کار و فعالیت هستند که باز یک موج بزرگ و یک چالش بزرگ دیگر برای جامعه و خانواده ها خلق کند. به مخاطر ما بحران خوبتر مدیریت کردیم، شرایط موجود فوق العاده بالایش کار کردیم و نگذاشتیم که هیچ گونه به توجهی از سوی مسئولین پنتون ها، از سوی استادای گرامی، از سوی محصلین عزیز ما صورت بگیره. نظارت های فوق العاده را از تمام درس های روزانه و شبانه داشتیم، چک و بررسی و کنترل های صحی را داشتیم، روزمره نظارت مستقیم از سوی مسئولین نهادها و از سوی یک کمیته مشخصی که در وزارت تحصیلات عالی وجود داره صورت گرفت و نگذاشتیم که هیچ گونه یک چالش بزرگی که هم جامعه را تهدید کنه، هم خانواده ها را تهدید کنه و هم محصلین و استادا را با وجود بیاید که خوشبختانه موفقانه یکونی ما را ما به خوبی و خوشی و با اطمینان سپری کردیم. بسیار خوب. جناب فرزان، بعضی از دانشجویان هستند که با آغاز پوهنتون ها اینا ثبت نام، تازه خود ثبت نام کردن و امتحاناتشان با سمسترهای فصل بهاری گرفته میشه، این چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه یا تاثیر مثبت باشه؟ خب شما دیدین که متاسفانه ویروس کرونا تمام ابعاد زندگی ما را مورد اصابت و حمله و آسیب قرار داد و نظام تحصیلات عالی افغانستان هم ضربات بسیار سنگین را در این قسمت متقبل شد که از این جمله 5 ماه تعطیل تمام نهادهای تحصیلات عالی بود، عقب افتادن امتحان کنکور بود، عقب افتادن امتحان های نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی بود و همین قسم یک برنامه‌ای بسیار کلان برای دانشجویان، استادان و تمام کسانی که کار و فعالیت میکردند در این راستا به وجود آمد. اما خوشبختانه ما این وضعیت مدیریت کردیم و از بحران جلوگیری کردیم، چالش به فرصت مبدل ساختیم و کسانی که فعلا در نهادهای تحصیلات عالی ثبت نام کردند، اینها بر سمستر خزانی سال 1399 ثبت نام کردند. شما شاهد هستین دو هفته پیش یا یک هفته پیش امتحانات تمام نهادهای تحصیلات عالی خصوصی که در افغانستان سمستر نو خود آغاز میکردند عملا پایان یافت و قرار است پس از ختم امتحانات فاینل سمستر بهاری ما رسما جدید شمولان را که منتظر آغاز درس های حضوری برای سمستر خزانی سال 99 در افغانستان بودند جذب کردیم.
کسانی که برای سمستر خزانی ثبت نام کردند بر اونا هیچ گونه تاثیر نداشت، به دلیل از اینکه همساله ما در ماهای سنبله و میزان و اسد ثبت نام امتحان و پروسس کسایی را داریم که با جناب فرزان یعنی با سمستر بهاری امتحانات اینا گرفته نمیشن؟ نه خیر، اینا به سمستر بهاری ما خب قبلا فعلا در حالت اختتام هست. بله. و کسانی که ثبت نام کرده بودند در سال قبلی ثبت نام کرده بودند، این کسانی بودند که بر سمستر خزانی ثبت نام کردند و اینا سمستر اول خود در سمستر خزانی ادامه میتن. یعنی کسانی که نو میخواستن وارد نهادهای تحصیلات عالی شوند، متاسفانه 5 ماه چانس از دستشان رفت به دلیل ویروس کرونا در افغانستان و یک سمسترشان ضایع شد. اینها قرار بود که سمستر در ماه عمل آغاز کنند، اما به دلیل تهدید ویروس کرونا فعلا اینها سمستر در ماه میزان و عقرب آغاز میکنند. صرف یک تفاوت وجود دارد که اینها سمستر به تاخیر آغاز کردند، پس بالای روند آموزشی آنها هیچ گونه تاثیر منفی نگذاشته، به دلیل اینکه هنوز آنها سمستر آغاز نکرده بودند. پس اینها در ماهای بعدی بخیر، زمانی که امتحانات نهایی سمستر بهاری ما ختم شود، نتایج امتحان اعلان شود و ما بعداً بریم به سمستر خزانی، اینا با کسانی که سمستر خزانی را ختم کردند شامل سمستر بهاری را ختم کردند با سمستر خزانی یک جا درسای خود هم در بحث لسانس هم در بحث ماستری در تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی شروع میکنند. بسیار خوب. خب آقای فرزان، حالا که حضوری هست، اگر امکان داشته باشه باز بگونه آنلاین هم همون گونه تدریس خواهد بود یا خیر، یا آنلاین تمام خواهد شد، فقط تمامش فوکس بالای همین حضوری هست؟ خب شما میفهمید که بحث آموزش الکترونیکی یا بحث آنلاین یکی از فعالیت های کلیدی وزارت تحصیلات عالی را نشان میده. اگر ویروس کرونا در افغانستان موجود می بود یا نمی بود، ما بالای سیستم آموزش الکترونیکی در افغانستان در نهادهای تحصیلات عالی خود سرمایه گذاری می کردیم و این سرمایه گذاری را ما در سال 1395 آغاز کردیم، چون ما در بحث نظام تحصیلات عالی به خاطر استفاده از تکنولوژی در امور علمی نیاز داریم. ما نیاز داریم تحقیقات را اندازی کنیم، ما نیاز داریم پژوهش ها را انجام بدهیم، ما نیاز داریم با محصلین و استادان در نقاط مختلف دنیا تبادل افکار و تجارب و نظریات و دیدگاه ها داشته باشیم و بحث آموزش الکترونیکی را به عنوان یک پدیده جهانی شامل نصاب و شامل سیستم آموزشی خود بسازیم. بحث آموزش آنلاین در افغانستان کاملا متوقف نشده. ما در بخش های مختلف دیگر بر اساس نیازمندی ها، بر اساس پلان های کاری و بر اساس تقاضاها و نیازمندی هایی که در نظام تحصیلات عالی وجود داره، ما بحث آموزش الکترونیکی را به پیش میبریم. فرض محال فکر کنند که ویروس کرونا به تمام معنا در افغانستان گلمش جمع شد و هیچ گونه تهدیدی یا موج دوی وجود نداشت، ما باز هم بالای تقویت، بالای رشد، بالای خودکفایی آموزش الکترونیکی در افغانستان سرمایه گذاری میکنیم، پلان سازی میکنیم، برنامه میریزیم و با استفاده از این به خاطر تقویت، خودکفایی و پویایی نظام تحصیلات عالی در افغانستان استفاده میکنیم. شما زمانی که نظام های تحصیلات عالی خارج از افغانستان از کشورهای منطقه، کشورهای همسایه و جهان مورد بررسی قرار بدین و پژوهش و تحقیق انجام بدین، آنها یک بخشی از نظامشان، یک بخشی از تحصیلشان آموزش الکترونیکی هست، چون در آموزش الکترونیکی خیلی از مزایا و فواید بزرگ نهفته. اما متاسفانه بنابر چالش های مختلف مانند برق، اینترنت و غیره، چالش هایی که در افغانستان وجود داره، آنقدر یک پدیده نیست که طرفدارای بسیار زیاد داشته باشد یا به شکل همشمول قابل استفاده باشد یا مورد استقبال گسترده نسل جوان افغانستان قرار بگیرد. ما تهداب آموزش الکترونیکی را در افغانستان گذاشتیم، آهسته آهسته گام به گام ما به پیش میریم، حمایت ها را با خود داریم، خب برنامه را داریم. حالا که ازیابی کردین و گونه حضوری آمدن، تمام مسئولین درس را فرا گرفتن، چگونه ازیابی کردین که آنلاین چقدر توانسته اینا را کمک کنن و همون درس های خود ما در یک کدیم ماه گذشته وقتی که درس های حضوری را رسما در افغانستان داریم، ارزیابی های ما نشان داد که رو در رو با محصلین صحبت کردیم، دیدگاه هایشان را به دست آوردیم، فیدبک هایشان را گرفتیم. این ارزیابی ها نشان داد که آموزش آنلاین نتایج مثبت داشت. محصلین گپ های نو آموخته بودند، محصلین با تکنولوژی آشنا شده بودند، محصلین فعلا در درس های حضوری که قرار دارند علاقمند هستند که هرگاه درس های آنلاین در کنار درس های حضورشان باشند اشتراک میکنند، میخواهند با تکنولوژی آشنا شوند، میخواهند با دنیای فناوری ها آشنا شوند، میخواهند که یک گام به جلو بگذارند و مهارت ها را کسب کنند. با وجودی که یک سلم محصلین علاقمندی ندارند، با وجود که یک سلم محصلین بنابر چالش های اقتصادی و تکنیکی و فنی که فراراهشان وجود دارد مخالفت های خرد و کوچک دارد، اما یک بخش بزرگی از محصلین که امکانات دارند
علاقمندی دارند، عشق به آموختن و به دانش و فراگیری بزرگ دارند، علاقه دارند که از تکنولوژی در امور علمی استفاده شود. بر او اساس هرگاه اگر قسمی که شما قبلا ذکر کردین موج دوم کرونا افغانستان را تهدید کنه و خصوصا نظام تحصیلات عالی در افغانستان، ما باز هم یک بار دیگه راجع خواهد کردیم به درس آنلاین به شکل گروهی هم در نهادهای دولتی و هم در نهادهای خصوصی تا چگونگی روند آموزشی را در افغانستان ادامه بدهیم، از توقف تحصیلی جلوگیری کنیم، فاصله میان پنتون و استاد محصل از میان برداریم و مسئولیت و مکلفیت را که در قبال نسل جوان افغانستان داریم به خوبی ادا کنیم. انشالله. ممنون از شما از یک تشریف آوردین. اگر حرفی باقی هست مشخص. بسیار زیاد تشکر. اجازه بدین که از این دریچه از تمام استادای گرامی، از تمام محصلین، مسئولین پنتونهای دولتی و خصوصی که تمام تدابیر وزارت صحت عامه را، سفارش‌های وزارت تحصیلات عالی را و تمام نکات بهداشتی را در نهادهای تحصیلات عالی رعایت کردن قلباً سپاسگزاری کنم و ازشان بخوایم که به خاطر مسئولیت خود، محصلان و فامیل‌ها و جامعه ما اینمی وضعیت ادامه بدن تا ما ان شاءالله به نتایج مطلوب و سازنده و مثبت دست پیدا کنیم و هیچ گونه نگرانی در قسمت درس های حضوری وجود نداشته باشد تا با نتایج و منافع و اهدافی که داریم برسیم. انشالله. جهان سپاس شما. موفق باشین و حالا هم یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. ما را همراه باشین.